درود بر شما به کانال آوای ایران خوش آمدید. تیتر اخبار این ساعت. وحشت پاسداران رژیم حمله به وزارت ارتباطات در تهران. و خروج پول از بانک ها و اعتصابات مقامات نظام را کلافه کرده است. دقایقی پیش نزدیکان ترانه علی دوستی ستاره سینمای ایران از بازداشت او توسط نیروهای امنیتی خبر دادند بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی اصر شنبه پس از تفتیش خانه خانم علی دوستی او را بازداشت کردند اما هنوز مشخص نیست کدام نهاد امنیتی و به چه اتهامی او را بازداشت کرده است ترانه ی علی دوستی به دنبال اعتراضات مردمی اخیر در کشور با انتشار عکسی از خود بدون هجاب اجباری در حالی که نوشته با شعار زن زندگی آزادی در دست داشت از این جنبش اعتراضی حمایت کرد. او همچنین در واکنش به اعدام محسن شکاری معترض جوانی که به خاطر بستن خیابان و زخمی کردن دو بسیجی به مهاربه متهم شده بود نسبت به تبعات این اقدام جمهوری اسلامی هشدار داد و نوشت حالا بنشینید و منتظر عواقب این خونخاری باشید دعوت میکنم همراه ما باشید و لطفا با لایک کردن ویدیوها و نوشتن کامنت و به اشتراک گذاری خبرها با دیگر هموطنان ما در همرسانی بیشتر این اخبار یاری برسانید و از تلاش تیم ما حمایت کنید لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو و به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما وحشت پاسداران رژیم حمله به وزارت ارتباطات در تهران ساعتی پیش جوانان شجاع پایتخت با انفجار بمب ساعتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارگان فیلترینگ و سانسور اینترنتی کشور را تخریب کردند همچنین آتش خشم مردم ایران توسط مبارزان انقلابی در دیزیچه اصفهان دکلهای ایران سل و رایتل را نابود کرد اینجا دیزیچه اصفهان است دیشب اومدن دو تا دکل ایرانسل با رایتل بوده هر دو را به آتش کشیدن همینجور که مشاهده میکنیم همه تجهیزات دستگاه این دو تا دکل را آتیش زدن اونم یکی اون طرف ولی این یکی خیلی سوخته بیشتر سوخته کاربری در این باره نوشته در جنگی تمام ایار قرار داریم باید با تمام قدرت در میدان حضور داشته و تمامی مراکز سرکوب و ابزاری که از آن برای حمله به مردم استفاده می شود را منهدم کرده و به تلی از خاکستر تبدیل کنیم. خبرهای رسیده همچنین حاکی از وحشت فرماندهان سپاه در محافل خصوصی و جلسات امنیتی است در جلسات بین قرارگاه های سپاه اعلام شده هنوز شورش گرسنگان آغاز نشده و باید وزارت خانه های پایتخت را محافظت بیشتر کرد همچنین اعلام شده زندان اوین محل امنی برای نگهداری زندانیان بیشتر نیست چرا که شورش خانواده های زندانیان قریب الوقوع است از شب گذشته چندین حمله مسلحانه با بمب و کوکتل به مراکز بسیج و سپاه گزارش شده است از جمله حمله با رگباری از کوکتل توسط یک تیم سازماندهی شده در کرمانشاه به یک خانه امن سپاه حمله به پایگاه بسیج هشتگرد و همچنین حمله به حوزه علمیه گلپایگان و چند مورد دیگر کانال صابرین سپاه نوشته انتظار داشتیم امروز صبح فراجا درباره علت استمرار و حتی افزایش این حملات خبیسانه به حفاظت شده ترین مراکز امنیتی و حاکمیتی توضیح دهد و اینکه چرا به رغم آماده باش 100 درصدی نیروهای امنیتی و تاکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی های اخیر که دو بار به طور مشخص از نام کوکتل مولتوف به عنوان سلاح خطرناک نام بردند نه تنها این عملیات خطرناک جمع نشده بلکه به آن افزوده هم شده است اما در کمال بهت و حیرت شاهد ورود یک باره و غیر آماده فرمانده کل فراجا سردار اشتری پشت تریبون بودیم که گفت دشمنان ایران ایران اسلامی شکست مفتزهانه ای خوردند روشن نیست اگر دشمن در شرایط شکست توان چنین عملیاتی آن هم پیوسته و روزانه در چندین استان و شهر را دارد اگر خدای ناکرده در فاز موفقیت قرار گیرد که نمودارها و تحلیلها آن را دور از دسترس نمیداند چه اتفاقات شومی در انتظار امنیت و حفظ نظام جمهوری اسلامی خواهد بود این کانال در ادامه نوشته است البته بر اساس گزارش های درونی فراجا که چندی پیش توسط نفوزی های خائن معاندین فاش شد، ما میدانیم که بسیاری از سست انصران پایگاه های بسیج و سپاه را خالی کرده و از ترس اینکه در فردای شوم براندازی جمهوری اسلامی توسط ضد انقلابیون خبیس محاکمه شوند، سوگند دفاع از جمهوری اسلامی را شکستند. این را هم میدانیم به گفته ای آیتولا دوری نجف آبادی امام جمعه عراق بسیجیان باقیمانده و نیروهای امنیتی به خاطر حضور سماهه در خیابانها آن هم زیر سنگین ترین و ناسزاها از سوی مردمی که فریب دشمن را خورده اند، دیگر توان مقابله با اختشاشات مانند قبل را ندارند اما هیچ کدام از اینها تاکتیک جنگ روانی با بیان وارونه وضعیت را توجیه نمی کند. همزمان با این اخبار خبرهایی رسیده که تعدادی از مقامهای حکومت در حال فروش خانه های خود هستند. دیروز هم آگهی فروش خانه 180 میلیاردی دردانه خامنه ای یعنی علی اکبر ولایتی منتشر شد. علی رزا نوریزاد دیشب در مقاله در ایندیپندنس این خبر را تایید کرد و نوشت در این کشتیه در حال غرق شدن چند نوع آدم داریم و شده شدگان در ولایت جهل و جور و فساد که دو مجموعند. نخست کسانی چون ولایتی قالیباف و شمخانی که بعد از رویدادهای 1388 جنبش سبز با ارسال اهل و بعضن دو سه ایال به مالزی و انگلستان و کانادا و استرالیا و غیره بسات زندگی مجلل را پیشا پیش چیدند و حالا نیز منتظرند که چاوشی بانگ رحیل برارد تا آنها شال و کلاه کنند که وقت رفتن است. کم ما اینکه علی اکبر ولایتی خانه خود را برای فروش گذاشته جمع دیگر زوب شدگان ولایت بیخیال خارجند آنهایی که چهل سال است بهشت را در وطن تجربه کردند و از عمرشان چیز زیادی نمانده است پس با سید علی آقا میمانند رحیم صفویوار حراستش میکنند در مجموعه بعدی 80 درصد پایوران رژیم جای گرفتند که دل دزدیهایشان در حد ماشین و خانه بوده است اینها از فردا وحشت زدند کسانی چون قضات و کارکنان قوه قضاییه افسران نیروی انتظامی فرماندهان رده دوم سپاه فرماندهان بسیج نمایندگان مجالس نظام و شماری از وزرا که در آلودگی و جنایت دستی داشتند اینها با دلهره میخوابند و گاه از طریق دوست و آشنایی بچه ها را به ترکیه میفرستند تا با هویت جعلی که پدر جور کرده است تقاضای پناهندگی کنند بعضی از آنها را از دور و نزدیک می شناسم و خروج پول از بانکها و اعتصابات مقامات نظام را کلافه کرده است سه ماه خیزش سراسری در ایران و پیوند آن با اعتصاب بازاریان و کارکنان واحدهای صنعتی به ویژه نفت و فولاد همزمان با فشارهای بین المللی جمهوری اسلامی را به نقطه رسانده که سردار پاسدار حسین اشتری رئیس پلیس نظام مجبور شده است بگوید در یک جنگ ترکیبی با هدف فروپاشی و براندازی نظام روبرو هستیم. حدود ده هفته از آن زمان که حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ادعا کرد جوش و خروش اعتراضات تمام شده و آماده ظرف چهار تا پنج روز اوضاع را تحت کنترل خود در بیاوریم گذشته است. اما وضعیت برای حکومت بدتر شده است با وجود وضعیتی که شبیه حکومت نظامی توسط جمهوری اسلامی در شهرهای بزرگ برقرار شده و نیروهای امنیتی با همکاری سپاه پاسداران و بسیج در میادین اصلی و چهارراهها به طور مرتب مستقر هستند ابتکارات انقلابی مردم در مرحله های مختلف از جمله با محور نظام پولی و مالی مقامات نظام را کلافه کرده است روز شنبه 26 آذر ماه یک هفته پس از برکناری معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شد در هفته های اخیر بازار ارز به طور عمده متأثر از انتشار برخی اخبار و شایعات غیر واقعی با نوساناتی مواجه شده است اما شایعات غیر واقعی واقعی تر از آن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی آن را انکار کند جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه میگوید افزایش قیمت ارز و سکه نتیجه آشوبهای اخیر است این نماینده توضیح داد جریانات برانداز با تحریک مردم و ایجاد اعتراض و آشوب به سر را برای اقدامات بعدی خودشان مهیا می کنند و سپس با فشار و تحریم خارجی سبب می شوند قیمت مسکوکات و ارزها در داخل افزایش پیدا کند. با این همه رئیس بانک مرکزی قول داده است به زودی آرامش به بازار ارز برمیگردد و تورم کمتر می شود. او توضیح نداد چگونه، به چه دلیل و با کدام ابزار. روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان فرار سرمایه از اختشاش به بررسی آسیب بلندمدت بلند مدت، هر و مرج و آشوبهای خیابانی بر متغیرهای اقتصادی پرداخته است. در این گزارش تاکید شده اختشاشات و فشارها و تحریم های المللی سبب تشدید بحران اقتصادی می شود و نارضایتی مردم را حادتر می کند. این روزنامه با اشاره به افزایش ده هزار تومانی قیمت دلار طی دو ماه می نویسد در همین بازه زمانی بازار سرمایه نوسانات غیرعادی را تجربه کرد و دولت مجبور به طراحی یک بسته امدادی ده بندی برای نجات بورس شد. این بسته با وجود اینکه توانست مانع ریزش شاخص کل شود اما در کل برای اقتصاد کلان کشور هزینه هایی خواهد داشت که طبعات آن چندی بعد نمایان خواهد شد. در بخش دیگری از این گزارش آمده جریان آشوب تغییر فاز داده و سراغ کلید جدیدی مانند اعتصاب، تحریم کسب و کارها، بیش انرژی و خارج کردن پول از بانک ها و خرید سکه و ارز رفته که پیامدهای بلند مدت آن آسیب بیشتری به اقتصاد میزند. روزنامه وطن امروز ساعتی بعد از انتشار این گزارش متن اصلی را ادیت و کلید ها را حذف کرد اما روزنامه کیهان چاپ تهران اصل متن را به نقل از وطن امروز با عنوان شلیک اختشاش به اقتصاد منتشر کرد جمهوری اسلامی در اغلب حوزه های اقتصادی با مشکلات عمده روبروست که برای نظام تبدیل به یک بحران امنیتی شده است کمبود گاز و قطع جریان گاز در دهها سازمان و واحد صنعتی آن هم تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی یکی از این موارد است کارزار ابتکاری مردم برای خروج پول از بانک نیز سبب کاهش موجودی نقدی بانک ها شده است روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشته در روزهای اخیر عموم افراد موقع مراجعه به بانک یا آبر بانکا برای برداشت پول نقد به در بسته خوردند پیش از این، روزنامه اقتصادی سمت نیز از خروج بی سر و صدای منابع از بانکا گزارش داده بود، روز شنبه 26 آذر ماه گزارش های زیادی منتشر شد که خیلی از مردم پس از مراجعه به شعب بانک ها نتوانستند پول نقد دریافت کنند یا چند ساعت معطل شدند تا بخشی از رقم درخواستی را به صورت نقد دریافت کنند. اعتصاب نیز در ایران گسترده تر شده و اگرچه دلیل آن اقتصادی است اما دلایل اقتصادی خود ناشی از بحران هایی است که گریبانگیر کشور است و مردم را به خیابان کشانده و جمهوری اسلامی برای محافظت از خود فقط می تواند فرمان سرکوب صادر کند این همه در حالی است که شاید با کشتار و شکنجه تظاهرات خیابانی به طور موقت کاهش یابد اما دیگر با دوشکا نمی شود جلوی اعتصاب و کارزارهای متنوع و ابتکارات انقلابی مردم در حوزه اقتصاد را گرفت از همه مهمتر اینکه حکومت زخمهای عمیقی به مردم زده که هرگز التیام پذیر نیستند و ربطی هم به نرخ ارز و تورم ندارد همزمان گروه هکری انانمس روز جمعه 25 آذر ماه اعلام کرد بعضی سامانه های مالی و بانکی از جمله شاپرک و زیرمجموعه آن را مختل کرده و در پیامی هشدار داد که در واکنش به سرکوب مردم در ایران به زیر های بانکی حکومت حمله سایبری خواهد کرد در لحظه تنظیم این خبر طبق آخرین گزارشات رسیده اولین مرحله این هک انجام شده ولی مقامات ایران تصمیم دارند تا لحظه‌ای که مجبور به اعلام این خبر نشدند آن را از مردم پنهان کنند منابع مطلع گفتند در پی این حملات سایبری صورت گرفته کلیه عملیات بانکی طی سه روز آینده مختل شده و به مردم هشدار دادند هر چه سریعتر نسبت به برداشت دارایی خود از بانک اقدام کنند گروه انانیمس در توییتی اعلام کرد طی چند روز آینده حملات زیرساختی گسترده به بانک ایرانی در راستای قطع شبکه مالی سرکوبگران شروع خواهد شد لطفا پولهای خود را خارج کنید این یک کشدار جدی است لطفا اطلاع رسانی کنید پیش از این سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی گفته بود همزمان با اعتراضات در ایران زیرساختهای صنعتی تحت شدیدترین حملات سایبری قرار گرفته است